فاشگویی های الحاج محمد علی سرخسی تبعیدی، طنزخوانی پرویز صیاد. سلام علیکم. همزبانان و خوشباوران عزیز، بنده کمترین حاج محمد علی سرخسی تبعیدی برای همه کسانی که این عید سعید باستانی را گرامی می‌دارند تبریک گفته و سالی پر برکت و سرشار از تندرستی و شادکامی برای دوستداران نوروز آرزو می‌نمایم. عنوان تبعیدی البته در شناسنامه بنده نیست، از اونجا که با آغاز سلسله ولایت فقیه به تبعیدی ناخواسته ناگزیر شدم، تبعیدی را در آیدی خود افزودم تا با واقعیت زمان و حال و روز من بیشتر بخواند و منطبق باشد. چرا به تبعید افتادم؟ به قول معروف جرمم آن بود که اسرار هویدا می کردم. اول به من بستند چون در تلویزیون رژیم سابق پامنبری می کردی و از فقه و شرعیات می گفتی مهدور الدمی. گفتم خب من که در حد خود از معلومات اسلامی بی بهره نبودم، کجا باید ارشاد می کردم بهتر از تلویزیون که هزاران بیننده داشت و هزاران شنونده. گفتند اسلامی که شما از آن دم می زدید آمریکایی بوده، اسلام راستین با انقلاب ما آغاز می شود که در تعبیر و تفسیرش خودکفاییم و نیازی به عمال خارجی و جرثومه هایی چون شما نداریم. در این گیرودار چند تن از همکاران مرا در تلویزیون سابق که معلومات اسلامیشان از من به مراتب بالاتر بود به شکل فجیعی ترور کردند. نخبگانی چون حجت الاسلام و المسلمین بهبهانی و مداح صاحب نامی چون سید جواد ذبیحی با آن صدای ملکوتی. دیدیم آقا هوا خیلی پستر از آن است که ما میپنداری و چون در خود جرأت و شهامت حلاجوار نمیدیدیم که به جرم هویدا کردن اسرار از او گشت سردار بلند. ببخشید. بعدن تماس بگیرید. بعد عرض می کردم که چون در خود جرأت و شهامت حلاجوار نمی دیدیم که به جرم هویدا کردن اسرار از او گشت سردار بلند، فرار را برقرار ترجیح داده و به دیار فرنگ و سرزمین کفار کوچ کردیم که اوصافش رخصت و فرصتی دیگر می طلبد. و اما پرسش بر حق بعدی شما خیال می کنم درباره وجنات و سر و وضع ظاهری من باشد. درست. از کلاه شروع کنیم. کشش شیوا فرمود حافظ شیراز، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. مخاطب حافظ در اینجا بنده خطاکارم و شمای شاهد مطلب. اما کجا و کی این طرز حکیمانه تاریخی را به کار گرفتیم ما؟ قرن پشت قرن ناحق‌گویی هر کله کج نهاده تند نشسته ای را حق دانستیم و کذب و دروغ فاحش آنان را حقیقت محض پنداشتیم و هر که را ورای آن می گفت به چوب تکفیر از جامعه راندیم، مهدور و دم شمردیم، شکنجه دادیم یا به چوبه دار سپردیم. حال از رنگ کلاه بگویم. عزیزان من، همه امور عالم زیر طیف سیاه یا سفید نمیچرخد. مجموعه رنگ هاست رنگ زندگی و زنده بودن.
هر روز به رنگی بت عیار درآید. علل خصوص تاریخ معاصر ما بسیار دیده است کلاه یک رنگ به سری را که هفت خط بوده است و هفت رنگ، و صاحب جاه هفت رنگ پوشی را که یک رنگی مرامش بوده باشد. این میان من نه اینم و نه آن، لیک همینم و همان. نه شیخ و مفتی شهرم، نه آیت الله و حجت الاسلام، ولی ملغمی هستم از همه اینها همچنان که شمایید. ذره از ماهیت همه اینها در دی ان ای فرد فرد با هست، وگرنه چگونه میشد نژاد آریایی چوپانی تبار تازی را که از بنیاد با آن متفاوتند هزار و اندی سال گلوار پذیرا شوند و به پاسبانیشان دل ببندند. شعار نجات پرستانه اینجا در میان نیست، اشاره به یک واقعیت بیولوژیکی است. اینجا بسیاری از ما مصدق را هم در دی ان ای خود داریم، بختیار و سپاه بود زاهدی را هم، همه تیمسارهای دیگر را هم که می توانستند در حد جنرال های ترک حافظ قانون اساسی و منافع ملیشان باشند و نبودند. جنرال های ترک که سرزمینشان از قرنها پیش زیر سلطه خلفای عثمانی بود، از بازگشت مجدد به دوران خلافت باز داشتند مملکت را و در حفظ دستاوردهای آتاتورک و منافع ملی خود تا امروز پافشردند. اما تیمسارهای مسئول ما در اولین آزمون تاریخ معاصر چون سرداران یزدگرد سوم پاپس کشیدند تا راه برای استیلای دوباره تازی صفتان ضحاک نشان هموار شود. من هم مثل شما نمونه و نمادی از این ملغمه هفت جوشم. گاه در خود عوارض آریا مهری را هم میبینم. فراتر از آن، از زنباره لاغیدی چون سلطان حسین صفوی، شمشیرزنی چون نادر، آزادهی چون کریم خان زند شیرازی که وکیل مردم بود، تا آقا محمد خان قاجار و خاندانش، تا ستار خان و رزمندگان مشروطه و بالاخره رضا خان پهلوی هم نشانی در خود نهفته میبینم. برای این ابا هم اگر ارزش روحانی قائلید مختارید، اما از نظر من همچون چادر زنانه بیشتر پوششی است برای پنهان کردن ناموزونی و بیغوارگی اندام. با این همه من می توانستم در کسوت حاج سید جواد ظریف با ظرافت کرشمه های دیپلماتیک بیایم برای شما، ولی ترجیح دادم در این شکل و شمایل ظاهر شوم به عشق تأثیرگذاری بر اکثریتی که عقلشون به چشم است و به لباس و کلاه گوینده بیشتر بها میدهند تا آنچه میگویند. و همانان که به علت سالها مهاجرت و غربت نشینی آخوند خونشان کم شده، شاید به فاشگویی و اسرار هویدا کردن این بنده کمترین هم عنایتی بنمایند. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. در اینجا با خواندن سروده ای از استادنا سید هادی خرسندی تکمله را پایان می دهم. شأن نزول این سروده گویا این بوده است که آخوندی در علی آباد اظهار لهیه کرده که با این همه عید اسلامی که ما داریم، مثل عید فطر و قدیر و عید قربان، چرا هنوز مراسم نوروز برگزار می کنیم؟ نوروز جشن آتش پرستان است، در حالی که ما آتش پرست نیستیم، آتش افروزیم. از این روز که مولانا هادی از جا به جایی نوروز با عید قربان می گوید، می فرماید به جای عید نوروز عید قربان، همین امسال اجرایی کنان را. بکش یک گوسفند و احتراماً خبر کن حضرت صاحب زمان را. بپیچان روده را دور سر خیش،
بکن تقلید شیخ روزخان را. دکور کن در میان هفت سینت به جای سبزه سیراب شیردان را. به گلدان جای سنبل پاچه بگذار، زبویش تازه کن اعماق جان را. به جای نقل وقت سال تحویل، بکن با پشگلی شیرین دهان را. به جای تخم مرغ رنگی آن وقت، بفرما رنگ کن این دنبلان را. دمش گرم. تا تکمله بعدی که مروری خواهم داشت به مهمترین رویدادهای سال گذشته، برایتان از هر درگاهی که مورد نظرتان است مطالبه توفیق می نمایم، و تا آن زمان شما را به رایحه خوش فروردین که در کار وزیدن است می سپارم. ایامتان خوش و خیر پیش.